پدر جان اجازه بدین من براتون توضیح بدم. دادی جان اصلا عصبانی نباشین، میدونین چیه؟ برای قلبتون اصلا خوب نیست. بله شما به بزرگی خودتون این اردل بدبخت نامرد رو ببخشید. دادی این یونیته که چیزی نیست، فدای سرتون، انشالله همیشه خودتون سالم و سلامت باشین. همه برن بیرون. بله همه بیرون، پدرجان میخوان تنها باشن، براشون بهتره. بریم بریم همه اینجا رو خلاص. اردل بمونه اینجا. منیژه تو یه چیزی بگو. دادی جون میشه منم بمونم؟ ببخشید. همه برن بیرون. بریم بفرمایید. بیا دیگه. بله بیام اونجا خدمتتون. وای اردل، اردل بیچاره. منیت نگران نباشی، چی نمیشه. نه اگر چرا نگران نباشیم، الان این اردل و ددی و سکوناشو چق میشکنه. بامشاد بس کن تو دیگه، تو مگه اینو نمیبینی؟ ببین منیت هیچی نیست، من بهت قول میدم که ددی فقط میخواد که با این اردیخان یه مقدار مردونه صحبت کنه. حالا دیگه میزنی یونیت دختر منو میشکنی پتوک. نه من اجازه بدیم براتون توضیح میدم. مربولک شنیدم که دست بزنم داری ها؟ دست بزن من؟ ای من ای مگه تو ددی ما رو نمیشناسی؟ تو چشاش خون اومده بود، پر خون شده بود. واقعا خدا به دادش برسه، بیچاره له میشه، دلم واقعا براش میسوزه. کاش که یه کاری بکنیم برای بامشاد. میشه تو هیچی نگی، هیچ کاری که نمی کنی لاغر هر نزن. من میدونم هیچی نگو بامشاد، این همینطور داره تر سکته میکنه. سلام آقای کوروش. چرا اینجا جمع شدین؟ سلام آقای کوروش. سلام ددی خیلی عصبانی. ددی عصبانی؟ بله یعنی چی؟ من اصلا حال حوصله این استرس ها رو ندارم. من ایش تو که میدونی منم حساس. حساس؟ چیه ماجرا چیه حالا؟ نه اتفاقا من از آدمایی که دست روی زنشون بلند میکنن خیلی خوش من میایه. مرد باید همچین دست بزن داشته باشه. خوشبونت برم. خیلی باحالی. دیگه یه وقتایی دیگه میزنیم دیگه. ها من خیلی باحالم ها. نارنگی. بله دوتا نارنگی. آن پدر جان میوه میل داشتین زودتر میگفتین، من خدمتون میوه میآوردم. چشم دوتا نارنگی. دوتا نارنگی الان میارم. برو یه رفت اردر مریا خوبی؟ بابا این یخچال چرا یه پرنده توش پر نمیزنه؟ یه دوتا می... ببخشید اردر. نارنگی؟ مشت؟ نیوه رو کجا بردی؟ مشت نارنگی؟ اصلا ناراحت نباش. نارنگی ددی الان اردلو نه میکشه. نه شما ناراحتم ددی؟ بله ببینید اردل یه خطای بزرگی انجام داده، ددی میخواد حالش رو بگیره. اردل اومده میگم یکی اومده یونیت دندون پزشکی منو خراب و داغون کرده و بیچاره اردل باید تقاصشو پس بده. نامرده. دیگه همینه. مزلی پس. دقیقاً آقای کوروش. نامرد. واقعا نامردیه. بیچاره اردل. پدر جون بفرمایید. پدر جان آب لمبو میکنین بعد میل میکنی؟ قدرت و توانایی رو دیدی؟ بله پدر جان ماشاءالله شما زور بازویی دارین، اما معلوم قبلا کار کردین. بشین رو صندلی. بله؟ بشین رو صندلی. من میگم برم بقیرم بگم بیان دوره هم باشیم بشینیم گل بگیم. بشین رو صندلی میگم. به
پدر جان این سیم لخته این برق پدر جان. حالا دیگه دست رو دختر من بلند میکنی پتوک. من دست با... من نه 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 پدر جان این خطرناک این برق ها میگیره در جا خوش میکنه. اردل روی همین صندلی میگیرم تو را خشک میکنم که درس عبرتی بشی برای همه دامادای دنیا. پدر جان نه بابا این اینو خواهش ایسه بدین من یه جوک جدید براتون شنیدم بگم. خیلی خوشم آمد ولی خوشکت میکنم. پدر جان نه این برق داره این خطر این خواهش میگه که کمک کنه. دست به دختر من بلند میکنی؟ نه بابا من کیم که من نه بابا این عبه این خواهی میکشه ها در تبا کن بابا این که کمک کنه اینجا. آخه من نمیدونم کدام آدم نامردی بوده که رفته یونیت نازنین ایشونو حالا نامرد که نه بی‌معرفت هم ممکنه حالا نباشه ولی کدام آدم اصلا بچه به حالی بوده چرا رفته این کارو کرده چرا؟ آقای کوروش اصلا معلوم هست شما چی دارید میگید بعد اصلا یه سوالی هر من پیش اومده شما چرا انقدر استرس دارید؟ بله به تو چه اصلا من چی دخالت میکنی به تو ربطی نداره اصلا به من ربطی نداره به من چون من یک عضوی از این ساختمون هستم و به هر حال چون بنی آدم اعضای یک دیگر هستن من آقای کوروش واقعا همین که شما انقدر به فکر خیلی خوبه پس لطفا یه کاری برای اردل انجام بدین لطفا بامشا شما هم روز کن به جایی که اینجا وایسی برو بر ما رو نگاه کنی برو تو ببین چه خبره. ببین عیال من اگه برم تو ددیو له میکنم سیگار میکنی؟ نه ببین یعنی منظورم که اردل رو لهش میکنم. اردل رو برای چی؟ نه منظورم که من اعصابم داغونه ول کن اصلا. وای آقای کوروش یه کاری بکنین مگه هم دردی نداشت این احساس هم دردی به من خانم چرا من به من چرا تو در آخه آقای کوروش یه کاری بکن لطفا آقای کوروش من نمیتونم بین یعنی زندگی دو نفر جوون دخالت کنم به من ربطی نداره. آقای کوروش شما فقط باید یه کاری بکنین لطفا برید. خیلی خوب باشه ایراد نداره من میرم ایراد نداره خانم ایراد نداره من میرم تو به خاطر همون ماجرای بنی آدم و اینا من میرم تو ولی تا سه بشورین اگر من نیومدم بیرون خواهش میکنم شما بیاین تو. نگران نباش رفت دیگه. برق اینه که قطع کرده پدر جان نزنید اونا اونو خطرناکه این دکمه رو نزنید بابا یکی کمک کنه منو ددی داری میکشینش که ددی کوروش یه کاری بکن من بابا خوش میشم کوروش باز برق این سر در میاری برقش از کجا میایه؟ برق؟ من برقو صد از صد اصلا برقو بلدم برق یک نگاهی بنداز ببینم گفتم برقی؟ نه الان برقی کجا میایی اینو درستش میکنم کوروش نکنین که خوش میشم برق خفه الان وصله؟ نه وصل نیست نکن اونو ولش کن اون حالت الان چی؟ وصل نیست یعنی جان تو رو ارواح خاک آقا بزرگ این کارو نکنیم تو رو ارواح خاک آقا بزرگ چرا من این کارو نکنم بذارم که این کف لزک دست رو دختر من بلند بکنم. نه ددی کسی دست رو کسی بلند نکرده که فقط این یونیتش در بود آقون شده همین برای جون خوده یعنی دست رو تو بلند نکرده. نه ددی جان با ما شلگت افتاده به تو من میفهمم نه دادی جان باور کنی مثل این پروانه با من برخورد میکنه اردل اصلا دست بلند نمیکنه به من. ببینین شما دیدی راست میگی بابا من اصلا اون موقع با اینا پیکنیک بودیم من اصلا خبر ندارم. تو حرف نزن چشم ببخشید این دست روی تو بلند نکردم. نه دادی جان ما همه با هم رفته بودیم پیکنیک. بله دادی اصلا دادی کی به شما گفته که اردیخان منیجو زده؟ کی گفته؟ من الان برم این قابلمه رو گاز ممکنه بسوزه این دیگه فکر کنم بس شد الان دیگه بس کن حالا این وله میکنه حالا این وله میکنه پدر جان حل شد دیگه الان دیگه توضیح داده حل دیگه مشکلی نیسته فقط من برم بیرون یا کاری دارم در ضمن امشب شام همه مهمان من هست در نکو بچه افغازی میچست میخوام بگم که برای همه کباب افغازی بیارم آقا افغازی میچست مال نه برو اردل تو چیزیت نشد؟ من؟ آره خوبی؟ من نه فقط من میخوام محو گیر بیارم اینی که گفت که من به ددی زنگ زده یکی گفته من تو رو میزنم آره
مهم نیست اینا اردی خان، که با اجازتون من یه سر باید برم یه جای کاری دارم، برم به اون کارم برسم با اجازتون. مشکوک بود اردل. حالا بگم با من دروغ میگی سیرابی؟ دروغ؟ نه بابا چه دروغی؟ من چه دروغ گفته؟ خفه میکنم تو را، خفه میکنم من تو را امروز. یا الان یه آهنگ جدید براتون میکنم. بی وفا دل من وایسا ماما کمی میکشم تو را، خفه میکنم تو را. در خرابه گفتی برده باز کن بگم دارم. دادی ببخشید من یه سوال داشتم ازتون، بامشاد به شما زنگ زده که اردی خان منیزو میزنه؟ بله همین نامرد گفته خفه میکنم تا من امروز. بامشاد در رو باز کن تا من این دره رو خورده خاکشی نکردم. باز کن تا خونه رو سرت خراب نکردم. من امنیت جانیم ندارم بیرون. تو اون تو هم بدبخ امنیت جانی نداری، با دینامیت خونه رو میترکونم. دادی من میگم شما برای قلبتون حرص خوردن ضرر داره، اگر میشه این قضیه رو اجازه بدید که من حلش کنم. باشه دخترم هرچی که تو بگی. ممنون. هرچی تو بگی باشه، خودت مسئله رو حل کن. بله چشم. بام شد بیا بیرون. دادی رفت. نه بله بیا بیرون. دادی رفت. این کار آخه چیه تو میکنی؟ بام شد باشه دخترم هرچی تو بگی مسئله رو حل کن خودت. باشه مرسی. بام شد ددی رفته رو باز کن. نمیتونم قلبم وامیشه دیگه. بام شد میگم ددی رفت. کلک میزنه به من. من کی به تو کلک زدم بام شد؟ بیام واقعا؟ بله در رو باز کن. من میتونم بیام تو؟ بله. خواهم بیام یک مطلبی رو برای توضیح بدم. بعدا نمیشه بگی؟ نه همین الان میخوام یک مطلبی رو برای توضیح بدم. برو تو بام شد. باشه. آفرین. برو تو. آخه گردون نه گردون نه کیه برای کیکوز اینجا؟ پدر جان من میگم که ببین این قضایا به خوبی و خوشی حل شده، این قضیه یونیت این چیزم منیجم حل شده، بعدم این جابری هم الان با ما رفیق شده، تموم شده رفته، الانم با ما خوبه. خب به من که خب نه یعنی میگم که دوباره راجع به پیکنیک و نمیدونم منیجر اینه یه وقت چیزی به منیجر نگی دوباره، ما دفعه دیگه میریم تو رو میبریم با خودمون حتما پیکنیک. تموم شده رفت اصلا فراموش کن دیگه چیزی نگو. خیلی خوب بریم اون کباب یخ کرد بخوریم. کباب یخ خاطرم جمع باشه. من خاطرم جمع باشه. دادی براتون نوشابه باز کنم؟ باز کنم. اینم باز کنم. دیدی چه صدایی دار؟ یه دونه اینطوریش باید بکنیم. چرا رو زمین نشستین؟ بشینید کباب اومد روی زمین خورد. بشین صفا کنیم. آخه میدونید چیه اردی خان، ددی عادت دارم روی زمین غذا بخورم، پشت میز یه مقدار معذبم. بله دیگه اصلا کباب روی زمین میچسبه. اصلا مرد مال زمینه، کباب مال مرده. تو اصلا اینجا چیکار میکنی الان؟ برای چی اینجا؟ به شما چه ربطی داره؟ ددی جان از من دعوت کردن شخصا من بیام اینجا کباب قفقازی بخورم. پسر کار نداشته باشی، رفیق من هستا. جوکاش حرف نداره. آره بفرمایین سرد میشه ها پدر جان بخورید. الان یه چیزی تعریف کنم که اینا اجازه بده. پدر جان پدر جان از دهن افتاد غذا براتون یه لقمه بگیرم بخوری؟ چرا؟ بگم رو زمینم میچسبه ها. ددی بفرمایید. میگم که ددی من اجازه دارم بگم بام شدم بیاد شما بابا بخوره چون کباب قفقازی خیلی دوست داره. باشه بابا بگو بیا. ولی این نوشابه رو میکنم تو حلقش که خفه بشن. بام شد. البته من نمیخوام پشتر بامشاد قیمت کنم، ولی این جانور ایستا، یعنی نه اینکه من بخوام سوسه بیام، ولی آبرو خانوادگی شما رو میبره در واقع. اردی خانه شما لطف کنید قضیه رو بیشتر از این شورترش نکنید. بله. چون اگر بامشاد ادب احتیاج داشته باشه خودم میدونم که چطوری ادبش کنم. بله بله مشتی جان گناه داره بامشاد، یه موقع نزنیش. تو فکر جوارت باش نه فکر بامشاد. بفرمین یخ میکنه کبابا، بفرمین بکشین. بله
منیژه، من دارم میرم بیرون، خریدی چیزی نداری؟ چرا اردل، اتفاقا یه لیست تهیه کردم، میدونی یخچال مو خالی خالیه. بیا. یعنی همه اینو من باید بگیرم؟ بله دیگه، همه اینا رو بگیر به خاطر اینکه خالی شد یخچال. آخه خیلی چیزه. میگم اردل امروز کجا میری راستی؟ آها امروز میرم چیز دیگه، میرم شرکت، یه سری واردات داریم که قرار انجام بدیم، یه سری صادرات هم هست که باید اردل. خب من خب یعنی منظورم اینه که چیز میکنم، من امروز دارم میرم دنبال کار، بعد دیگه امروز به هر ترتیب شده کار پیدا. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خب امروز هر جوری شده من یه کاری پیدا میکنم دیگه. اردل میدونی چیه، من به هر حال فکر کنم یه جورایی بهت افتخار میکنم. به هر حال ممنونم، لطف داری. خیلی ممنونم. عرض کنم که باشه، پس من عروس خانم، این لباسه را تر اوتو ندادی؟ پدر جان ببخشید، من یادم رفت براتون اوتوش میکنم حتما. عروس ها عروس قدیمی. این پدر من چقدر با نمکه. این میدونی با کسایی که دوست داره هی شوخی میکنه، هی سر به سرشو میذاره، ولی چیزی که تو دلش نیست که خیلی بامزه است. میدونی چیه اردن؟ من واقعا پدر تو رو قد ددی خودم دوست دارم، ولی نمیدونم چرا پدر جون اخلاقش جدیدن یه جوری شده است. نه منم ددی تو رو به اندازه یه پدر خودم دوست دارم، اصلا اینجوری نیست، همین جوریه دیگه. اردن من واقعا به همین تفاهم و دلم خوشه تو زندگی. با اجازه. تفاهم دلش خوشه این بابا. چیزی من میگم پدر جان، یه کمی صبر نمی کنین که اردلم بیاد بعد ستایی با هم بخوریم غذا؟ پدر جان باشم. چقدر حرف میزنی؟ با من بودیم پدر جان. تو قاب پسر من رو دزدیدی، مرتضی؟ پدر جان من قاب پسر شما رو دزدیدم؟ شما که همیشه به من میگفتین تو بهترین عروس دنیایی، عروس گل منی، بهترین غذاها رو درست میکنی، بعد چی شده حالا پدر جان؟ این بهترین غذاته؟ بله. این؟ اینکه نمیشه خورد؟ پدر جان این همون غذایی که شما دوست داشتین، من از هنو برای شما پختم. خیلی اشتباه میکنی، نمیشه خورد. پدر جان سلام به چه غذایی میخورن جان؟ یه غذایی اردن، من یه دقیقه هم دیگه توی خونه نمیمونم، من میرم خونه خواهرم. منیژه وای ببین چه بلایی سر دختر مردم در آوردن، نگاه کن کتک میزنه بهش. وای کتکش زدن. بگو خجالت نکش دخترم، بگو. کتک؟ منیز اینا تو رو کتک زدن؟ آخه برای چی شلوغش میکنین؟ کتک چیه؟ این فقط بهم میگه که قاپ پسر منو دزدیدی، بهم زخم زبون میزن. زخم زبون؟ وای زخم زبون، چه زخم زبونی؟ ببین چه آدم موجودیه، زخم زبون جیگر آدم آتیش میگیره. ببین منیز اصلا نمیخواد خودتو نگران کنی، تا روزی که تکلیف تو معلوم نشه میتونی اینجا بمونی، قدمت روی چشم. آخه میدونی چیه ماشی جون، من اصلا زندگیمو خیلی دوست دارم، بعدم اون اردل بیچاره اصلا گناهی نداره. تفلک گناهی نداره؟ اون یک موجودیه، تمام این فتنه زیر سر اون خردله، یک مارمولکیه اینجوری. وای حالا نمیخواد تو پیاز داغشو یه ذره زیاد کنی. به منیز اصلا نگران نباش، من تمام مشکلات تو رو حل میکنم. به من میگه جیغ میزنی. آخه شما دوتا بگی، من اصلا صدام در میاد، اصلا بلدم جیغ بزنم. کی به تو گفته جیغ میزنی؟ پدر شوهرم. وای پدر شوهر، تمام این بدبختی ها زیر سر این پدر شوهره. همون بابای این پشندی، این اردل دیگه. ببین چیه، وای دختر مردم رو ببین. ای وای چیکار کنم من حالا برای تو؟ من الان میرم حقشو میذارم کف دستش.
نمیتونم این همه ظلم رو تحمل کنم. آقای بامشاد نمیخواد حالا بری خون بپا کنی، شر بپا کنی. آره بامشاد، لطف کن موقع که میری فقط با صحبت همچین ملو حلش کنه. باشه. من کاملا حواسم هست. آفرین. مراقب باش. منیت گریه کن، گریه کن. خودتو خالی کن، هر چی تو دلته بریز بیرون. خالی کن خودتو، گریه کن. جیغ میزنی. خودتو که حالا خودمون دوتاییم راست میگه دیگه، یه نمه کمتر جیغ بزن. تو گریه تو کن، گریه کن. خب الان که اون وقت تو کار نداری گشته میمونی که بد بر. خب چی کار کنم؟ این منظورت که از کجا بیارم بخوره؟ آره دیگه، اگه بابت همین مشتمالا یه چیزی آخر شب دست ما گرفت اگرم نگرفت که هیچ. البته یه چیزی هم هست ساده، من ماساژری که داری میدی هیچی، حالا درد دل میکنه اصلا حوصلم سر نره، اون حسابش جداست، اصلا حسابش با هم دیگه فرق. باش چرا همچی میگم جوش کوبیدم من؟ اینجوری کن. سلام. 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 حال شما؟ کل شما من یه تلفن بزنم. شهرستانه؟ نه تهرانه. موبایله؟ موبایله. موبایل درد سر داره، ما اصلا نمیسرف. آقا تلفن نداریم اصلا ما. برو. بابا. ایسا. یا وای، وای. کافیه؟ شهرستانه؟ نه بابا تهران موبایله. موبایله؟ حال بگیر ایراد نداره. الو سلام دادی جان، حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ نه بغض گلو میگرفتی دادی جان. بله. نه 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 در مورد من نیست، در مورد منیجه خانومه. بله خبر بدیه. بله متاسفانه این اردل جلاد با کمال ظلم و چیز کتک داره میزنه منیجه خانومه. بله من خودم دیدم در واقع کردم، اصلا صحنه فجیعی بود، با مشت و لگد کاراته میزد، انقدر ناربت هایی من میخواستم بگیرمش نزاشت. بله بله خیلی ناجور. نه دروغ نمیگم، نه من راست میگم دادی جم. من را الو 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 معلومه باور نمیکنه. چرا زندگی مردمو داری به هم میریزی؟ خب آقای شادبام راست میگه دیگه، این دوتا به این خوبی دارن با هم زندگی میکنن، این پروانه دور هم میچرخن، این چه جوری دلتون میاد این کارو بکنید باشون؟ تو حرف نزد، بدبخت انگل تو انداخته بیرون از کار. بیچاره اندون خوردن انداختته. من خودم از اردل دل خوشی ندارم، ولی این دیگه نامردیه. اصلا هم نامردی نیست. ببین بابا جون، اون چیزایی که من میدونم از این یارو اردله، اگه شما بدونید تمام ریش و موهاتون سیخ میشه، فهمیدی؟ حالا چیکار کنیم؟ حالا میگم چیکار کنید. ببینید بیایید با هم یک گروه تشکیل بدیم. این گروه که تشکیل شد اردل میبریم توی کوچه بنبست، دستشو بگیرید با شکم انقدر بزنم تو صورتش که بمیره. نه من در حق رئیسم خیانت نمی کنم، بهش نامردی نمی کنم. بیچاره اینی دستمال کاغذی کسی پرتت کرده بیرون. من هستم، من هستم. بیا. بیا دیگه. بیا. ببین منیز، منم اول زندگیم با بامشاد خیلی مشکل داشتم، ولی رفته رفته همش حل شد، الان داریم به خوبی و خوشی با هم دیگه زندگی میکنیم. برای همینم به نظر من تو فکر طلاق از کلت بیرون کن. طلاق؟ مجده جان من اصلا که حرف طلاق زدم، خدا نکنه. خب ببین من بهت گفتم که نکنی یه وقت فکرتون وری بره دیگه. آها. بفرمایین. سلام علیکم، اجازه هست؟ بله بفرمایید. ببخشید. منیژه خانم، همسر گرامی، من میخواستم ازتون خواهش کنم که تشریف بیارین برگردین سر خونه زندگیتون. اردی خان ببخشید، من نه اینکه خواهر منیژه باشم بخوام ازش طرفداری کنم، ولی از اونجایی که منیژه دختر حساسیه نمیتونه با پدر شوهرش زیر یه سقف زندگی کنه. نه بابا این حرفا چیه، من بابام که کاری نداره به کار ما که. ببین اردل، من فقط دوست دارم زندگیمو بکنم، بعد اصلا هم همه چیو میتونم تحمل کنم غیر از زخم زبون. نه بابا اون حالا یه چیزی من با بابام صحبت میکنم که دیگه اصلا کاری به کار شما نداشته باشه دیگه، حل دیگه. ببین اردی خان، چه پدر شما کاری داشته باشه چه کاری نداشته باشه، باید تکلیف خواهر من چی یه سره بشه. بله خب یه کار دیگه میکنیم، مثلا من میرم با بابام صحبت میکنم،
بعد این قضایی رو حل میکنم، بعد شما بیاین خونه. خوبه اینجوری؟ اینجوری خوبه؟ اردل میدونی من همین الانش هم میخوام. اردی خان شما تشریف ببرید، صحبتاتون رو بکنید، بعدا تشریف بیارین. بله بله باشه، پس من رفتم. بفرمایین، تو آبغنده تو بخور. مگه من خواهر بزرگترتو نیستم؟ تو چرا رو حرف من حرف میزنی؟ اردل ناراحت نشد موجی؟ نه خیر، واسه چی ناراحت بشه؟ تو آبغنده تو بخور. آخه گناه داشت. معنید این رومانتیک بازی ها رو بذار کنار، کارمونو بکنیم. باشه باش. رفت صداش کنه، میگه الان میاد. بابا میذاشی موبایلش میگیره دیگه. بابا چه؟ بابام سر برج به برج میره پرینت میگیره میاره. یه شماره رو دو بار گرفته باشم پدرمو در میاره. آقا حواست، من میگم الان بیخیالش اصلا ولش. الو حواست باشه، حواست باشه، پرتقالو نگیر. کار شوخی برداری نیست. الو ددی ببخشید آقای جابری. سلام، من ساعدم، دستیار سابق آقای پشندی. بله یه دفعه هم خدمتتون رسیدم. بله داد نزنی، الان میگم. میخواستم یه مسئله مهمی رو راجع به اردل خان دامادتون بگم. خوش! نه نه مردم، الان میگم. چیزه، میخواستم بگم اردل خان جز دختر شما که زنشه یه زن دیگه. بله میگم جز دختر شما یه زن دیگه هم داره. بله توی قزوین ازدواج کرده بود قبلا. من نمیتونم بگم. قد کرد. خب حقش بود. این اردل نامرد هر چی میکشه برمیکشه. نه من خیلی نامردم، من نامردی کردم. عجب کار کثیفی کردی ولی ما. خیلی نامردی کردیم. خیلی فیر پلی نبودیم. حقش بود. میدونی چی گفت؟ گفت میام اردل دارش میزنم. به هر صورت حقشه دیگه، آدم نامرد اینجوری بر بشه. الان میدونی باید چی کار کنیم ما؟ نمیدونم. الان یه نون بیار کباب ببره، سرعتی سه دستی بریم. آره آره اصلا فراموش کنم چیو. عجب بادی میاده، عجب بادی مونده. پدر جان من زندگیم داره از هم میپاشه، همه چی به هم ریخته. پاشته رفته خونه خواهرش. یه جوری شما کوتا بیا این قضیه رو ما جمعش کنیم بره. ای بابا این قضیه رو ای بابا قضیه رو جمع کنیم بره. شما هم بند نکن، گیر نده، کلوچه میخوره. پدر جان عزیز من گوش کن ببین چی من دارم حرف میزنم. این عروس شماست، بهره یه امیدی پا... بله؟ بهره یه امیدی پا شده اومده تو این خونه. قربونت برم اینو یه جوری حلش. الو بابا من دارم با کی دارم حرف میزنم؟ با کی دارم حرف؟ واملا وامسیبتا آبرو من رفت، آبروی من رفت. ددی جان، ددی لطفا بگی چی شده؟ آخه ما اینجوری میمیریم از دلواپسی. ددی خب یه چی بگو دیگه، بگو چی شده. واقعلا این اردل نامرد، این اردل نامرد زن داره. چه فضاحتی، چه فضاحتی. آبرومون رفت، آبروی من رفت. من اون اردل رو با همین دسته خودم خفش میکنم. اون خردل نامرده تو نباید کار داشته باشی. اون شکار خود منه، اون شکار خود منه. وابلا وامسیبتا این لکه ننگو باید از بین برد. خودم الان میرم خون به پا میکنم. ددی شما شوخی میکنی؟ بگو که شوخی میکنی. شوخی چیه مجده؟ شوخی چیه؟ من تمه انتقام رومانتیکو به اون اردل نشون میدم. اردل خفت میکنم. ای نامرد. این ساعت کجایه؟ ساعت بر من بیارین. ساعت کجایه؟ ساعت که همینجا وله. اونو ولش کنید، به انتقام بچسبید. به انتقام اردل. او ساعت من اول باید ببینم. نه ساعت بر من بیارین. اون ساعت ولش کنید. ساعت بر من بیارین. خفت میکنم اردل. خفت میکنم. سب کنید. من کاملا بچه‌ام ساعت بر من بیارین. من براتون توضیح ندم. ساعت از اینجا رفتن، خیلی وقته.
میدونید. سلام. خیلی اوقات خوبی رو با شما داشتیم. از بابت کباب قفازیتونم ددی بسیار ممنونم. الانم داریم میریم شکار، اگه دوست داری میتونیم با ما باشیم. تفنگت من بده ببینم. بسیار تفنگ خوشته است. خاله سیاه زیر مگسک زیر نقطه سیاه. ساعت. بله. یک دفعه دیگه میخوام اون چرا که پای تلفن به من گفتی دوباره بگی. من؟ آره همون میخوام با زبون خودت بشنوم. بگو. آخه چیز آقای جابری ببخش من همون حرفایی که یه بار تکرار کردی دوباره تکرار کن. بگو میخوام بریم شکار. جای جای منتظر دیر شد. بگو یالا. بگو آقای جابری، راستش این اردل تو این 4 سال هیچ کاری برام انجام نداد، هیچ کار مثبتی، همش دعوا، درگیری، جنجال. واقعا اینا تأسف‌باره، یعنی آدم دلش درد میگیره. ببین بگو دیگه. خفه بگو. فقط به من بگو زن داره یا نه. زن؟ یادم از ظلمان که بهت کرده بیا. بله داره. بله بله. سلام علیکم ددی جان. چه عجب این طرف ها. خیلی خوش آمدید. سلام اردل خان. سلام اردل. تفنگ کجا بود؟ اسلحه منه این کجا بود؟ بسه ببینم. ببین من دیگه طاقت ندارم. من الان میرم همه چیز اعتراف میکنم. باشه بینیم ببینم. گاردم باشه. پدر جان اجازه بدین بابا من همه چی رو براتون توضیح میدم. آخه توضیح نداریم، حرف اضافه هم نداریم اردال. من با همین چوب میزنم تو ملاجش ددی، شما بزن وسط میشونش. من شوهرتم اردلم. اردی خان ببخشید، شوهری که سر خواهر من حبوبیه رو به درد لای جرز میخوره. ددی وسط دوتا ابرو. جان جابری اجازه بدی من یه لحظه یه توضیح بهتون بدم. شما همین نوک مگسک زیر خال سیاه 100% تو مغز. من تو رو میکشم سیاه. من نباشه اگه تکون نخور باید بخزازی کنیم بذار یک دفعه بمیریم. نه آقای جابری، نه این کار نکنید. من همه چیزی به شما دروغ گفتم، میخوام توضیح بدم براتون. همه چیزو دروغ گفتم. تو چی میگه دیگه؟ بله قربان. ببخشید من راستشون قضیه زن گرفتنتون رو الکی گفتم، دروغ گفتم به آقای جابری، ببخشید. چرا؟ برای اینکه شما اول نقش منو کمرنگ کرده بودید، بعدش هم منو اخراج کردید. منم از دست شما اصلا عصبانی نبودم، ولی تا اینکه چی؟ الو کیا؟ آقای جابری؟ ها من زن اردلم. زن اردل؟ همون اردل نامرد. چیه؟ چی شده؟ آقا منو تنگ سیاه زمستونی ول کرده رفته، بچه هم گشنست. نه دیگه نه، این الان ساید آمد گفت که همه چیز دروغ گفته. شما دروغ میگی خانم. بذارید یه جوک جدید بگم بهتون. خیلی با نمکه. بگو یه بسید نید. خوب بود؟ بد نبید. خوش من آمد. ولی شما رو تلفن من از کجا گیر آوردی؟ دفترچه تلفن من از جیبش برداشتم. بله اصلا خرجی بچه ها رو نمیده، من رو تنها گذاشتی نامرد. الهی بره برداگرده. بله آقا جدیدم دست بزنم پیدا کرده، یه دائما کمر من رو هوا میچرخونه کتک میزنه. من مرد شورده. بله واقعا امان از این شوهرهای نامرد. بله من نمیدونم چرا سیدم به این حالت شده. یه دقیقه رفتم دم در هوا خورد، هنجرم صداش عوض شد. خیلی خوش آمدی، بفرمایید بشینید، من براتون یه سری چای بریزم. باهم شد. بله. برو کوپ بکن نامرد.
منزل آقای پیردوست اینجاست؟ بله؟ منزل آقای پیردوست اینجاست؟ نه خیر، اون تهه. ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. خیلی خوب. بریم با هم شاد. بریم، ولی من ازش اصلا معذرت خواهی نمی کنم. ببین بامشاد، تو باید ازش معذرت خواهی کنی به خاطر اینکه تو بودی که زنگ زدی به بابا گفتی اردیخان زن داره، همه چی رو ریختی به هم، درسته؟ آره، ولی خب پس من زیاد ازش معذرت خواهی نمی کنم، یه ذره معذرت خواهی می کنم چون پر رو میشه. خیلی خب، باشه، برو. معذرت میخوام، تو دوست خیلی خوبه من هستی. خب اشکال نداره، ببر. خیلی خوب، من بخشید. من مشکلی ندارم. خیلی خوب، من مشکلی ندارم. آقای شاد من خفش کردی. چی گفتی حسن حرف بزنی؟ من که چیزی نگفتم، فقط گفتم. آقای نصف سیویل، فقط بی فقط. موقعی که ما اینجا هستیم شما تی حرف نمیزنی. آخه من آقای ساعد میگم که اگه میشه حالا فعلا شما صحبت نکنید تا ما به افتخار این آشتی خیلی قشنگ باب شده هردن یه ناهار خوب تدارک ببینیم. بله. بله بله. من میگم که همه تون مهمون من کباب کوبیدی چرب. نه عزیزم. کباب خوبه. بله؟ کباب خوبه. کباب خوبه. نه عزیزم، کباب قربونت برم، شما تو خونه من هستین، مهمان من هستین. نه دیگه آقا، من یه جا سراغ دارم کباب میزنه اینجوری روغن میچه که واسه عزیز جون تو اگه بذارم تو مهمون من. آقا کوبیده رو این دفعه من میدم، دفعه بعد مهمون تو. خیلی خوب بام شد، حالا که اردیخان انقدر اصرار داره ما مهمونشون باشیم، باشه دیگه. باشه، پس من دوتا سیخ کباب برگ میخوام، سه تا جوجه. من هم دو سیخ کباب برگ، سه تا جوجه. من هم اگر اجازه بدید برگ نزن. تو حرف نزن. بام شاد، حالا که بقیه هم دارن کباب و جوجه میخورن، اگه میشه من یه سیخ فیله، یه سیخ جوجه لطفا. اصلا میگم چطور اردل برای همه فیله و جوجه بگیری، خوبه؟ آره میخواد شما همون کوبیدتونو بگیری. آره دیگه کوبیدمونو بخوری. آخه من میخواد حرف نزن. بسه. بیا، تازه مهمونم اومد در آقا. ببخشید خونه آقای پیردوست کسی نیست. شما آدرسی دیگه ازشون نداریم؟ نه عزیزم، ما آدرس دیگه از ایشون نداریم. بیچاره این همون یارو هست که دنبال خونه پیردوست میگرده. به ما چه بابا جان؟ گناه داره آخه. چیکار کنم؟ میخوای من آدرس مغازه آقای پیردوست رو برم؟ من حوصله ندارم، خودت میخوای پاشو آدرس بده. تو خیلی مهربونی. خب چی شد الان یه بار دیگه شما بگین؟ من فیله و جوجه، بامشاد دو تا برگ، دو تا جوجه، ایشون هم دو تا برگ، دو تا جوجه. ببینید سر همین کوچه فروشگاه آقای پیردوسته، بعد احیانا اگر فروشگاه نبودن منزلن، یا اگه منزل نبودن فروشگاه. خیلی ممنون، خیلی محبت کردید. من حتما باید امروز آقای پیردوستو پیدا میکردم آخه. خواهش میکنم، نکنه از دستتون فرار کرده، فراریه. نه موضوع این چیزا نیست. من میتونم اسم شما رو بدونم چیه؟ اسمتونو؟ نه، برای چی میخوای؟ هیچی، همینجوری میخوام. نه بگو برای چی میخوای؟ هیچی، همینجوری کار داشتم آخه. جونه من بگو برای چی میخوای؟ حتما آره، این چکمه که این چیزه فراریه. نه اصلا موضوع این نیست. خب موضوع چی؟ من میخوام بدونم که کی امروز کمکم کرده که من خونه پیردوست رو پیدا کردم. آها خب راستش اسم من اردله. اسم من اردله. بله اردله. آره ولی فقط خواهش میکنم که به این آقای پیردوست نگی، چون منو بیرون میکنه اون وقت اجاره بعد تو خیابونا ول به چرخم. اینا چشم. نه ولی بگید که اردل گفت. بله چشم، خیلی ممنون، محبت کردید آقای اردل خان. قربان شما، خواهش میکنم. خدا. میگم اردل جان، چرا برای خودتون وقت کباب نخریدی؟ من اصلا گلوم پایین نمیره. نه منوشو جان، من یکم رژیمم با ساعت، گفتم ما امروز نون پنیر بخوریم یکم سبکتره. من میخوام بگم که باز حرف زدی که بابا. خب میگن حرف نزن، حرف نزن دیگه. اردی خان ببخشید، مگه شما این آقای نصف سیبیلو اخراج نکرده بودید؟ پس اینجا دوباره چه کار میکنه؟ چه میدونم، حالا دیگه هست دیگه. گه بیا پیردوستم. آقای فشندی هستی؟ ببین
آقا سلام علیکم. سر ناهار اینا بی موقع هم مزاحم شدیم و ببخشید. شما چطوره؟ آقا چقدر شما خوب کردی آدرس ما رو دادی به این آقایی که اومده بود دم در. کلی کار ما راه افتاد. خواهش میکنم، من کاری نکردم که. البته آدرس من دادم، رفتم دم در. ببین یه آقایی اومده بود سفارش کلی جنس برای هفته دیگه به ما داده بود. من تا کار یه جوری شد که امروز باید همه جنسا رو میفرستاد. چون تلفن ما خراب بود، پرسون پرسون میاد در خونه، شما هم که لطف میکنه آدرس مغازه رو به ما میدی. هم کار اون را افتاد، هم کلی به نفع ما شد. آره هر دفعه. آقای کوروش ببخشید این چیه؟ سینمای خانگی. اینا این دوستمون لطف کرده هدیه ناقابلیه داده برای اردل جان دیگه. برای آدرسه. برای آدرسی که بهش داده بودی خیلی خوشحال شدم. من کاری نکردم. البته آدرس رو من دادم نه اردل. تو اردل آدرس داده دیگه. آره. شینا عزیز من. عزیز من آدرس رو من رفتم دادم. چی آدرس رو تو دادی؟ همه شاهدن اینجا نشسته بودی من رفتم آدرس دادم. تو گفتی به ما هیچ ربطی نداره. اجازه بده آدرس رو اردل داده عزیزم. آقا اجازه بده یارو اسم برده گفته آقا این اینو ببرید بدید به اردل. تو اسمت اردله؟ من رفتم دادم، من کاری ندادم. من رفتم آدرس. چی آدرس دادم؟ قبل از تو من به این یارو آدرس داده بودم. مال اون موقع رو نمیگه که. نه خیلی، مال هم این موقع است. این آدرس رو ببین، این آدرس رو ایشون آقای اردلخان به تو کادرم گفت بده به خود اردل. آقای فردوس، مرگ این بچه بمیره من آدرس رو دادم. گالون اردل، مگه اسم تو اردله؟ میگه به خاطر یه دیویدی نگو. من دروغ میگم؟ تو داری برای این دیویدی چشات پس ورده در میاد. تو برای این دیویدی داری خودتو میکشی. آقای دیویدی اردل دیگه. من میرم، ارزش نداره. میزنم میکشم. بام شد دوباره شروع نکنم. من بچه هم میزنم. آقای دیویدی باشد. به خاطر یه دیویدی بد بخش. من دو چشت داره در میاد به خاطر دیویدی. آدرس منو داده. آدرس خانومت صدات میکنه. بریم خونه. باشه. خوش گذشت. بامشاد بهت میگم پاشه بریم خونه. یک حالی ازت بگیرم. بگو بزرگترت بیاد. بامشاد. تازه اشتی کرده بودنی. عرده جان قابل تو نداره. خیلی هم رفیق من. عجب بابا این دیگه کیه. بخور. نوشی جانه بابا میاد. بله. شما آدرس داده بودی؟ به. بفرمایید. ممنونم. قاضی شما. بفرمایید یه لقمه. خیلی ممنون. می‌ذارم برات. آقا خلاصتون در نکنه. خدا حافظ شما. بام شاد واسه چی فوش میدی؟ برای اینکه خجالت نمی‌کشه. جلو چشم من داره دروغ میگه. ببین بام شاد وقتی اردیخان آدرسو داده، اردیخانم هدیه رو میگیره. مگه تو خودت ندیدی؟ من رفتم اونجا. آدرس رو گفتم. ای اگه تو رفتی آدرس رو دادی، پس اون آقای چطور اسم اردیخانه یادش بوده؟ ها؟ برای اینکه اشتباهی نوشته. من بهش گفتم که گفت اسم چیه؟ گفتم اسمم بامشاده. بعد اشتباهی اردل نوشته. مگه بامشاد و اردی به هم شبیه هن؟ آره دیگه. ببین یه جایی چون اینا یه مقدار هم وزنن، این بامشاد انگار اردل چنده میشه. آها. این اشتباه کرده. ببین ولی جدی میگم، این یه حالتی منو تهدید کرد. تهدید بد، یعنی تهدید به کشتن. بامشاد اونا که شوخی کرده، آدم تو دعوا این تا حرف به هم دیگه میزنه. نه ببین این دفعه فرق داشت، اصلا شوخی نبود. از چشماش امواج قاتلیتش به من خورد، یعنی میدونی خیلی جدی به من گفت. ولی میدونی عیال، این منو اردل نشناخته. یک بلایی سرت بیارم. خوش نده بام شد. حالا میبینی. ببین اردل، من اصلا نمیفهمم چرا انقدر با بامشاد خان دعوا میکنی آخه؟ راست میگی بابا. بابا تقصیر منه مگه؟ هی میگه راست میگه بابا. تقصیر من نیست که. وقتی یه نفر دیگه میاد من آدرس مغازه رو میدم به مشتری، اون خودشو جای من جا میزنه، من نباید عصبانی بشم؟ میگم من اصلا یه پیشنهاد بگم. من خیلی فکر میکنم خوبه اگه ددی بیاد با آقا بامشاد و اردل صحبت بکنه، میتونه آشتیشون بده. ببخشید من میتونم یه چیزی مهمی بگم؟ بگو بابا. چیز خصوصی، ممکنه یه لحظه تشریف بیارید بیرون قربان؟
بفرمایید. ببخشید. ببخشید قربان. بله. دیدی آخرش همونی شد که من بهتون گفتم. چی همونی شد که تو گفتی؟ شما دقت نکردین. از وقتی که بازیگر جدید اومدن نمیذارن یه اینقدر کلام من دیالوگ بگم. نقشم کم رنگ شده. ساید تو این هاگیر واگیر ول کن الان. قربان شما اصلا دقت نمی‌کنید. این شادبام نمیذاره من یک کلام دیالوگ بگم. ساید برو فکر لهت میکنم ها. ساید برو الان موقعی حرف من اعصاب ندارم ها. آخ یه حال یه فکری با حال من بکن. برو! چشم. ناراحتی؟ کوروش من خیلی ناراحت. چرا؟ به نظر تو از روزی که این شادبام اینا اومدن تو این برنامه من نقشم کم نشده؟ صد از صد کم شده. مردم تو خیابون هر کی منو میبینه میگه که تو اینقدر توانایی داری، اینقدر محبوبی، پس چرا نقشت کمه؟ من جواب طرفدارامو چی بدم کوروش؟ راست میگی، راست میگی. منم همینطور فکر میکنم. من فکر میکنم که این بامشات پیش خودش داره فکر میکنه اگه نقش تو زیاد بشه اون کم رنگ میشه دیگه دیده نمیشه. حالا میگی من چیکار کنم؟ حالا برو بهش همینی که من اینجوری میگم اینو بگو. بگو آقای عزیز مگر من جای شما را تنگ کرده ام که نمیگذاری بازیم را بکنم؟ باش آقای شادبا من مگه جای شما را تنگ کردم که نمیذارید من بازیمو بکنم؟ کی نذاشته تو بازی بکنی؟ شما. ببینید آقای نصف سیبیل، ما با شما مشکل خاصی نداریم، ولی از اونجایی که ریتم بازی شما کنده سریال افت میکنه. سریال افت میکنه؟ من ریتم بازیم کنده یا شما؟ بله شما دیگه. همین که همین الان اومدی اینجا بحثای فرعی میزنی و کارو یعنی داستان رو داری به انحراف میکشنی، نمیذاری ما قصه رو پیش ببریم، این یعنی چی؟ دیگه من نمیذارم حتی اون یه کلمه هم که میگیر بگی. آقای شادبام اگه قرار باشه سر لجلجی باز باشی من خودم لجبازی میکنم، میدونم چیکار کنم. چیکار میخوای بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. خیلی خوب بهش گفتی بامشاد، آفرین. اینا بعد... باید باهاشون اینطوری برخورد کنی که جایگاه خودشونو بدونن. آفرین. شربت میخوری برات بیارم؟ متشکر میشم. پس دوتا بیار. سلام آقای جابری. این دوتا کرمشک دوباره دعواشون شده، کجان؟ بله آقای جابری، حالا که شما تشریف آوردید مشکلات حل کنید، راستش منم یه مشکلی با این آقای شادبام دارم. بس یه قدر حرف نزن بابا، برنامه رو از ریتم انداختی. باز دوباره چی شده؟ جناب جابری من عرض بکنم، ببینید من تو این خونه تا خون و خونریزی نشده، یعنی من این بام شده نکشتم، شما یه خونه ای برای این بامشاد و خانومش در نظر بگیرین اینا اینجا برن، برای اینکه من از الان گفته باشم نگید نگفتید من آبم با بامشاد توی جوب نمیره. امروز دعوا تقصیر کی بوده؟ تقصیر بامشاد بوده. نه پدر جان، ببینید میدونین چجوری بود؟ یه خورده تقصیر اردل بود، یه خوردم تقصیر آقای بامشاد. بله خب من راستشو میگم دیگه، اردل ببخشید. نمیتونی از جوهت دفاع کنی؟ من بلدم. چجوری پدر جون دفاع میکنین اون وقت؟ هر بلایی به سرت بیاد تقصیر خودته. چی کار کنم آقای پشندی؟ برو بکشش. من صد دفعه تاله رفتم گفتم از روزی که این شادبام اومده تو این برنامه افت کرده، کسی نگاه نمی‌کنه. چی کار کنم؟ برو بکشش. برم بکشمش؟ جدی میگین؟ برو بکشش. بله. کیه؟ ببخشید ساعت هم اجازه هست؟ بفرمایین تو آقای ساعت. سلام منجی خانم. سلام. ببخشید مزاحم شدم. خیلی. شما این وردنه گنده رو ندیدید کجاست؟ ببخشید آقای ساعت، شما وردنه رو برای چی میخوای؟ همینجوری میخوام یه کار کوچیکی باهاش دارم. آقای ساعت نکنه میخوای وردنه رو بدیم به اردل که اون وقت اردلم با اون بذاره توی سر آقای بامشاد؟ نه خودم باهاش یه کاری دارم. مطمئنی که خودتون باشید؟ بله مطمئن باشید. بله خب پس توی کشوی سومی آشپزخونه است، میتونی برش داری. خیلی ممنون، ببخشید. خدا میکنم.
سلام مشتاق خانم. سلام. ببخشید آقای شادبام تشریف دارن؟ ببینید آقای نصف سیبیل، بامشاد از صبح تا حالا اعصابش خیلی خورده، داره استراحت میکنه. چی کارش دارین؟ کارش دارم. ببینید اگر باز اومدید راجبه کم رنگ شدن نقشتون صحبت کنید، بامشاد هیچ کاری نمیتونه براتون انجام بده. یه پیغام مهمی براش دارم. بفرمایید اونجا نشسته. بله ببخشید، در ضمن منیژه خانم با شما کار داره. منیژه؟ بله بله. نمیدونی چی کار داره؟ فکر میکنم در مورد آقای شادبان و آقای پشندی کار داره با شما. گفت حتما بیایید اونجا. بازم بامشاد من یه سر میرم پیش منیژه، آقای نصف سیبیل کارت داره. بله. سلام. سلام. باز ولمون نمی کنی تو؟ من آخر بعد همینجوری با این شیکم بلند کنم پرتت کنم بیرون؟ ببین شادبام، من اومدم حرف آخر رو باهات بزنم، شوخی هم باهات ندارم. تو میذاری من بالاخره تو این برنامه بدرخشم یا نه؟ چی بدرخشی؟ بله. خیلی با مزه‌ای بابایی. ببین من اصلا باهات شوخی ندارم. خب که چی؟ که چی؟ خودت خواستی ها. چیه خواستم؟ خودت خواستی ها. آقا جون نه نه نه، هر چی بگی من بی اهمیتم. پس بری تو. دیوونه شدی؟ موجی جان من باهات کاری نداشتم، باور کن. ولی من نیز، این آقای نصف سیبیل خودش اومد گفتش که تو با من کار داری. نه میدونی شایدم اردل باهات کار داشته. نه خب حالا این اردیخان کوشه؟ نمیدونم، گفت اعصابم خورده اون وقت رفتش قدم بزنه. بعد نکن عزیزم، بعدش وقت بابا و آقای پشندی هم رفتن تو حیات. خوب بعد من نیز، صدا چی بود؟ نمیدونم. شادبام، شادبام، وای جدی جدی مرده. به دادم برس. من نمیخواستم بکشمش، نمیخواستم بکشم، فقط میخواستم بترسونمش. من اومدم رفتم اونجا با چوب، فقط میخواستم بترسونمش، ولی اون یه دفعه گردنمو گرفت. من نمیخواستم بکشمش، منم با چوب یواش زدم تو سرش. چی داری میگی چرت و پرته؟ من آقای شادبامو کشتم قربان، نمیخواستم بکشمش. چی میگی مزخرف؟ چی میگی؟ یه بهتون نشون بدم شادبامو کشتم، بهتون نشون بدم. منیت؟ بله. من میترسم این صدای آخی که اومد این او صدای بامشاد بوده. میدونم، میدونی منم الان دارم این خورده نگران میشم به خاطر اینکه آقای ساعت اومد از من یه وردنه گرفت. خب منیت سر اینو زودتر میگی؟ ببین من میگم حتما این اردیخان ساعت و فرستاده دنبال من که من از خونه بیام بیرون، بعد پاشم برن بامشاد و سر به نیستش کنن. نه 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 نه، یعنی اردل واقعا آقای بامشاد و کشت؟ منیز پاشو بریم خونه ایما، پاشو. نه نه سب کن، ببین ببین باید بریم، باید بریم حتما آقای پشندی و اون وقت آقای کوروشینا رو همه رو بیاریم برای اینکه درست بشه. ببین حالا میریم اونها رو صدا میکنیم، پاشو بیا بریم خونه ایما بامشاد و بامشاد. اردل مرد کی فرت و فرت نکن بغل گوش من. دیدینش مرده، من کشتمش قربان. بذار برم به پلیس خدا معرفی کنم. برای چی این کارو کردی؟ همش تقصیر شماست، همش تقصیر شماست. اگه نقشمو کم نکرده بودید این شادبام الان زنده بود. آی کیو، به خاطر نقش آدم میکشی؟ من فقط دلم میخواد یه مؤثر بامشاد کم شده باشه، اون وقت میدونم چه بلای سر این عرضی خواهد بیارم. لازم نیست تو بلای سرش بیاری، خود من خفش میکنم. نه 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 دادی جون، من میگم اصلا خوبه که اینقدر زود قضاوت نکنه انسان درباره همه چیز، چون هنوز معلوم نیست چیزی شده باشه. حالا میخواین آروم صحبت کنین که یه قاتل تنهایی جنایت رو ترک نکنه فعلا؟ بگی اینو یه جوری قایمش کنیم این پشت مشتا، خانومش الان یه تو سکته میکنه تا بعد ببینم با تو قاتل بعد چه کار کنم. این میزو بعد ببریم اونور، اینو میبریم اینجاشو بگی من پاشو میبریم پشت اون مبت. دور خودت بیچرخی. من یک دو سه میگم همه با هم میریم تو. آره قربان. یک دو سه بریم. تو ای قاتل بیرحم، بالاخره تو کار خودتو کردی اردیخان. نه نه تقصیر من نبود، تقصیر این من
من نکشتمش، اینو مثلا خبر ندارم. نه این کشت، این کشت شاد با ما بیچاره، این کشت با ورزنه زد تو سرش. ای برای چه دروغ میگی؟ اردیخان تو یه قاتلی، چطور دلت اومد بابام شد این کارو بکنی؟ هر رزن نامر با همی دستای خودم تو ببینه من خفه میکنم. بابا من کی با خفک میکنه؟ هر چیزی معلوم نیست. چیزی معلوم نیست. بابام شد که دراز به دراز اینجا افتاده، قاتلم سر مرو گنده بالا سرش وایساده، همه چی ثابت شده. من نکشتم بابا جان من. من میگم نکنه اصلا بام شد نمارده باشه. من میگم بابا یه ماساژی، یه کاری کوروش بره، یه تنفس مرگونه کاری بکن. آقای کوروش ببین زنده هست یا نه. آه آره قربونی سود باشه، یه تنفس بهش بده. زنده یا زنده هست؟ مرحوم شد. ای بابا، من شما را از سختی آویزون. من نکشتم کوروش، بازم تنفس بده، یه تنفس قلبش فشار بده. کلتا میکنم، خوش میکنم، میشزمونم. من نکشتم بابا. من حیفت نیمد، حیفت نیمد، این گل آخه حیفت نیمد. بابا دختر من در جوانی داره چجوری بیبکنه. بابا اجازه بدین تعریف کنم. حرف نباشه، لازم نکرده تو تعریف بکنی. ساعت تعریف میکنم، ساعت تعریف کن ببینم. آقای ساعت فقط خواهش میکنم حقیقتشو بگی. خواهش میکنم آقای نصف سیبیل جون، به جونشو بگو. اولین بار کی میخواست بکشه؟ در چه تاریخی؟ راستش من اولش نمیدونستم که این آقای پشندی اینقدر قاتل بلفتر. خب کی فهمیدی بگو دیگه. اولین بار کی گفت که میخواد بام شده بکشه؟ همین دو ساعت پیش بود، منو تو خونه کشید کنار، بهم گفت. قربان به چی دارید فکر میکنی؟ این بام شده روش زیاد شده. بله. باید تکلیفمونو با این روشن کنیم. چجوری قربان؟ اونشو من میدونم. بله. فقط به کمک احتیاج دارم، تو حاضری بهم کمک کنی؟ آخه من که با شادبان مشکلی ندارم قربان. آی کیو؟ بله. تو الان در اوج قله های شهرت و افتخار باید بدرخشی. بله. تو الان باید عکست رو تمام مجلات و روزنامه هنری چاپ شده باشه. بله. تو رو باید مجسمتو بسازن تو پیاده‌روهای تمام جهان بذارن، جهانگردا فرت و فرت عکس بگیرن. بله. اون وقت چی؟ اون وقت چی قربان؟ نمیفهمی که اگه فهمید. اون وقت چی؟ اون وقت هیچی، الان شده این. بله. بله. خب الان میخواد چیکار کنم؟ چیو چیکار؟ چه نمیفهمی؟ بامشاد. بله. یک مانع بزرگ در سر پیشرفت تو بامشاده. بله. اون نمیذاره تو کار اصلی تو انجام بدی. بله. اون نمیذاره که تو به عنوان یک ستاره در آسمان هنر بدرخشی. چرا نمیفهمی؟ بله. افتاد الان. بله. باید اینو از سر رو برداری. آخه باید چی کار کنم من؟ با یه وردنه میزنیم تو سرش، هم من راحت میشم، هم تو به اوج قله های موفقیت و شهرت میرسی. نه قربان من این کارو نمیکنم. نه چیه؟ نمیخواد تو. تو الان برو یه وردنه از منیژه بگیر بیار، من میزنم تو سرش. نه برو وردنه بگیر. نه قربان برو وردنه میگم بگیر. پاشو برو وردنه بگیر. نه قربان برو. خلاصه اینجوری به زور منو فرستاد که از منیژه خانم وردنه بگیر. چرا دروغ میگی؟ من کی تو رو فرستادم از منیژه وردنه بگیری؟ نه من دروغ نمیگم. منیژه خانم مگه من نیومدم از شما وردنه گرفتم؟ چرا شما اتفاقا اومدین از من وردنه گرفتین؟ ای قاتل بیراه. نه مرد قاتل، منو ول کن. من منو بالا سر خودم خفه بکنم. آقا یه جا بری قربونش برم. صبر کن آقا، بذار ساعت توضیح بده هممون بفهمیم چی شده. آره قربونش، بگو ساعت بگو. بله بازم وقتی وردنه رو بهش دادم خیلی میخواستم جلوشو بگیرم که منصرفش کنم از این کار، ولی هر کاری کردم فایده ای نداشت. بفرمایید، من وردنه رو گرفتم ولی دیگه حاضر نیستم هیچ کمکی بهتون بکنم قربون. حاضر نیستی هیچ کمکی دیگه بکنی؟ نه خیر. تو الان از نیت من آگاه شدی. بله. اگر کمکم نکنی مجبورم تو رو هم بکشم. بله راستش من دیدم اگر باهاش همکاری نکنم ممکنه بزنه منم بکشه، اینه که مجبور شدم حرفاشو قبول کنم. ساعت من تو رو میکشم، برای چی دروغ میگم؟ یکی داره یه قاتل نفره من رو بگیره، بام شادی منو میکشه، یکی داره این آقای دست به سیبیلم میکشه. بیرش بیرش بیرش
تنابینم چسب. دست باشه من با اون چسبم دهنشو ببند که حرف نزنم. دروغ میگه. حرف نباشه. دروغ میگه. من کی من بم... حالا از بزن. دادی آقای کوروش دهنده. من باور نمی کنم اردل این کارا رو کرده. بابا جان من صبر کنید این سوال تعریف کنه لااقل ببینیم آخرش چی شده. آره قربونش بگو. بعدش منو فرستاد در خونه مجد خانم مرحوم شادبان در خونه ایشون. گفت به مجد خانم بگم که منیژه خانم باهاش کار مهمی داره. به این بهانه که خونه خلوت بشه بعد ایشون بیاد نقشه‌شو عملی کنه. خندتون رو خفه میکنم. بعدش که مجد ربیوری بعدش چیکار کرد؟ هیچی. من رفتم توی خونه اول یه خورده با مرحوم شادبام صحبت کردم بعد یه دفعه در باز شد. به به ساعد عزیز چه عجب یادی از ما کردی دوست عزیز. راستش آقای شادبام این اردل تو سرش نقشه هایی داره اومدیم با هم عملیش کنیم و بریم. من همیشه ساعد به تو افتخار میکنم. حالا این یارو اردل چه نقشه‌ای داره؟ بله، میخوام بگم که اگر اینجوریه پس چرا شما هر وقت من میخوام حرف بزنم نمیذاری من حرف بزنم اونجوری که باید تو برنامه بدرخشم بدرخشم؟ راستش دلیل داره. بذار بهت بگم یواشکی. ببین ساعد، بله. تو یک مردی با استعداد و توانایی هستی. بله. توانایی تو رو کسی ندیده اما افتادی کنار این یارو اردل. اینم کارگردانه. میدونی فقط یعنی میترسی که تو یه موقع بازیشو بخوری. برای همین نمیذاره تو هیچ حرکتی بکنی. راست میگی؟ بله کاملا راست میگم. پس من اشتباه میکردم. آقای شادبام بذار یه چیزی رو بهت بگم. این شادبام این اردل یه نقشه برات داره. مواظب خودت باش. چه نقشه ای؟ این کیه؟ من نمیذارم تو به شادبام آسیبی برسونی. ریز میبینمت. عدس شادبام مواظب باش. مواظب باش این مسلحه. این قاتل مسلحه. با دوست من درست صحبت کن. فهمیدی؟ این ستاره ای آسمان هنره. این مرد تو نمیشناسی. یک نابغه است. برو بیرون. الان یه جوری میزنم این خمیر نون پهن بشه اینجا. هنوز برات زوده. برو جلو و بوخ بزن. برو بیرون. دیگه دیره. شاد با موضوع. بلو کن. مواظب باش. چی کار کنی؟ قربان شما خیلی نامردی. تو حرف نزن. تو رم میکشم ها. یه کاری میکنم تو هم کنار این ولو بشی. گوشاتو واز کن ببین چی میگم. دیگه این وجود نداره که بخواد دیویدی از من بگیره. اون دیویدیه حالا دیگه مال خود منه. بل. افتاد الان. بل. تو هم از این به بعد تو برنامه یک کلمه حرف نمیزنی که من پر رنگ تر بشم. بل. مفهومه؟ بله. بله. اون موقع که ما داشتیم جنازه شادبام رو قائم میکردیم خوشبختانه شما سر رسیدید و دست این قاتل رو شد. قاتل نامرد. آقای جابری بلکن برا. آقای جابری. آقای جابری قربونت دارم. وایس هنوز که چیزی معلوم نیست که. بذار ما ببینیم انگیزه این قتل چی بوده. آیا همون دیویدی بوده؟ انگیزه قیه یه چیز دیگه بوده؟ انگیزه دیگه رو چی بوده برای قتل؟ دادی جان خب چسب زدن به این قاتل تفلک. بکن چسب را. چسب را بکن کجا؟ چسب را بکن. حقته عردی خان حقته. بابا من بیگناه هم. من نکشتم. چه گرفتاری شدیم؟ از رو که نبچه. از رو که نبچه. قطع پر روی عردی خان. دو روز که بندازینش یه گوشه اتاقی بهش نون و آب ندین اوها به حرف میاد. هر کاری کرده میگه. همینجا تو همین اتاق حبسش کنی. نه دادی. چرا اینجا؟ مگه خودش خونه زندگی نداره؟ خونه من نه جا ندارم من. شما بابا جان نکنین این کارو. آخه من بیگونه. به خاطر این اردی
میخواد هیچ اطمینانی نیست بره اونجا، خواهر منو پدر خودش هم میکشه. آقا جان نکنین این کارو. آقا جان من ببین، من میگم اگه کرایه‌شو بدین ها، من به خاطر شما میبرم تو فروشگاه چیکار میکنم حبسش کنم. باشه کرایه‌شو من میدم. بله کرایه‌شو من میدم، ببری حبسش کنه. بابا چقدر شلوغش میکنی، داری حسابی کتابون همه رو قرقاتی کردی. سلام آقای پیردوس. سلام علیکم. سلام باشید. خوبی؟ آقای پیردوس این جور برقی مدلای دیگه هم داره؟ آره عزیزم، ده 3-4 مدل داره. شما مورد احتیاجت چیه؟ آقای پیردوس این کیه؟ چرا اینجا بستینش؟ ایشون یکی از دوستای قدیممونه، یه قتلی کرده، آوردیم اینجا بستیمش که انگیزه های قتل رو برامون بگه. اه چه جالب، یعنی اگه ما هم یه قاتلایی داشته باشیم میتونی بیاریمشون اینجا؟ آره قربونه، شما هر چند تا داری برده بیار، تخفیفش هم بهت میدیم. خیلی خوب، پس من برم اونا رو بیارم، بعد میام راجب جاروبرقی با هم صحبت میکنیم. در خدمتیم. قربونه تو. در خدمتیم، بفرمی. سلام آقای پیردوس. سلام علیکم منیژه خانم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، شما خوبین؟ ببخشید من اومدم ملاقاتی اردل با اجازتون. آخه خانم میدونی ما که وقت ملاقات الان نیستش، که روزهای دوشنبه منیژه خانم 2-4 این وقت ملاقات ماست. آره آقای پیردوس من میوه آوردم یه دقیقه اگه میشه اردل رو ببینم. بفرمایید اردل ملاقاتی داری. سلام اردل. سلام خوبی؟ ممنون تو خوبی؟ حالت خوبه؟ خودت خوبی؟ بچه هامون خوب؟ من زود از اینجا میام بیرون، اینجوری که نمیمونی که. اردل من خوبم، بد ما بچه نداریم هنوز. یادم نبود، ببخشید. منظورم اینه که بابام حالش خوبه؟ بله اردل همه خوبن، و میدونی چی، اگه 20 سال هم طول بکشه من منتظر تو میمونم و این میوه ها رو برای تو آوردم. متشکرم. من زود از اینجا میام بیرون چون من بیگناه. تو واقعا بیگناهی اردل؟ تو الان با این حرفای من دریچه جدیدتری به روی تو گشوده شد؟ بله اردل من متحول شدم و دریچه تازهی به روی زندگیم باز شد. پس برو برای بقیه دریچه تازه رو باز کن. من میرم الان. میرم و دریچه جدیدی رو باز میکنم. من زود آزاد میشم. خداحافظ. خداحافظ شما. اینا خوب بود گفتم؟ سلام آقا فیردوس. سلام آقای کمالی، حالت خوبه؟ قربان شما. این کیه؟ این اردل دیگه. نه یعنی چی؟ این مگه این همون اردلی نیست که به شما آدرس مغازه رو داده بود؟ نه این نبود که. یعنی چه؟ ببینید من از اولش هم مطمئن بودم، خب اما حالا دیگه خیلی مطمئنم که اردل اصلا قاتل نیستش، به خاطر اینکه ببینید انسان تا دلیل و مدرکی نداشته باشه خب اصلا نباید چیزی رو قبول بکنه، که اصلا نه هیچی قبول کنه نه رد کنه، تا یه چیزی رو شنید که انسان نباید قبول بکنه، که اصلا از کجا معلوم که این آقای ساید راست گفته باشن و همین. من راست گفتم، خود اردل اونو کشت. ببینید ما الان دلیل و مدرک الان گفتم نداریم، بنابراین نمیتونیم 100% بگیم که اردل کشتتش. آفرین دخترم، آفرین، باریکالله همه تحت تاثیر قرار گرفته. وای خیلی با تاثیر کننده بود. وای بله آفرین بله. اصلا به جهنم که بامشاد مردم. ای دد اینو نگین دیگه. پیروه صحبتهای شما من همین الان زیر و رو شدم، یه دریچه تازهی در زندگیم باز شد. اونا دقیقا منم همین لحظه به تحول رسیدم و میگم که خب اگر این چیزی که منید میگه درست باشه درسته دیگه، ولی در هر صورت بامشاد مرده دیگه، این وسط بامشاد یه قاتلی داره. حالا اون قاتل کیه؟ قاتل کیه؟ پسر من بیگناست، قاتل کسی هست؟ آقا جون قاتل پسر شماست، منم مطمئنم. آقای پیردوس شما از کجا مطمئنین؟ اصلا ما دلیل و مدرکی الان نداریم. دلیل دارم آقا، صبر کن. بفرمایین آقای کمالی، تشریف بیارین تو. سلام. ببینید این آقا همون آقاییه که دیروز تشریف آورده بودن اینجا، امروز که اومد بقیه جنساشو از تو مغازه ببره دیدم اصلا اردل رو ایشون نمیشناسه.
پس متوجه شدم که اردل چی به ما دروغ گفته. ببین عزیز من، این بامشاد بوده که واقعا آدرس رو بهشون داده. اردلم به خاطر اینی که دستش رو نشه چیکار میکنه؟ میزنه بامشاد رو میکشه که چیکار کنه این قضیه برملا نشه. این ماجرا بوده قضیه. ببینید آقای پیردوست، ببینید اگر که این موضوع درسته، خب شما آقای بامشاد رو به این آقا نشون بدین، بعد اگر که شناختنشون رو، وقت من حرف شما رو قبول میکنم. بله الان میرم جنازه رو نشونش میدم. آقا جنازه کجاست الان؟ همونجایی که بوده افتادم. یعنی چه؟ یعنی جنازه رو همینجور ول کردین اونجا و اومدین اینجا نشستین؟ جنازه‌اش ترسناک پدر جان، ما که به عقل جنازه بامشاد نمیتونیم. خیلی خوب باشه آقای کمالی، تشریف بیارین، تشریف بیارین. الان میریم جنازه رو نشون میدیم. شما جنازه نگاه کن ببین آقا این آقا به شما آدرس داده همین جنازه است یا نه؟ چش آقای پیر، بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بله بریم آقا، بله ما آقا ببینیم هر حال. بریم آقا. آقا همین مرحوم به شما آدرس داد؟ بله خودشه. وقتی ازش پرسیدم اسمتون چیه، گفت من اردلم. آخه چقدر بامشاد متواضع بود. نه اینکه میدونست قراره یه هدیه بفرستن، میخواست هدیه دست باجن آقاشو بگیره، ولی نمیدونست که همین باجن آقا قاتل جونش میشه. منی الهی قربونش. آقای پیروز اجازه مرخصی میفرمایید. آقای کمالی شما خیلی به ما لطف کردی، خیلی ما رو کمک کردی. قربان شما، خداحافظ شما. لطف شما زیاد. حالا بهتون ثابت شد، دیدید حق با من بود. من دیگه بر من هیچ چه گوشم هی نیز دقیقه اردل نامر قاتل. آقا باشم یه تلفن بزنم برای مراسم دفن و کفن. حلوان داره؟ حلوان اصلا هیچ مراسمی من برای بامشاد نمیگیرم، تمام هزینهش رو صرف امور خیریه میکنم. چهر بابا باریکلا باید صرف امور خیریه بشم. بوی خورده بیشتر بدین، اما بالا مراسم رو بندازیم. لازم نکرم بهترین چی کارم تو تو رو کرد. بابا جم چرا بدین با بابت چیزی بدین؟ من آدمشو دارم. بوی خورده بیشتر بدین، اما بالا ترس باز کن منم. کسی که تو رو ندید؟ نه خیالت راحت بشه، زود بریم تو تاکسی نیمت. خب اوضاع چطوره؟ عالیه شادبام، عالیه. ولی داشت خراب میشد. وقتی که این آقای کمالی اومد همه چی درست شد. الان همه مطمئن شدن که اردل تو رو کشته. عالی شد، همه چی نقشمو گرفتید. حالا دیگه میذاری من تو برنامه حرف بزنم؟ آره فقط باید واسی ببین من کارگردانی رو بگیرم. خب گوش میدی چی میگم؟ همه چی دست من بیاد اون موقع. خب آخه اگه اینا بفهمن که تو هنوز زنده ای، اون وقت اردل رو آزاد میکنه، دوباره برمیگرده سر کارش. نه دیگه، ببین تا اون دو روز بخواد برگرده من قدرت رو دست میگیرم، یعنی کارگردانی رو دست خودم میگیرم. تمام عوامل رو طرف خودم جذب میکنم و میگم با این اردل کار نکنید. کاری میکنن همه میگن ما اردل رو نمیخوایم، فقط بامشاد رو میخوایم. عالی. اگر قرار باشه پول این وسط چی به من میرسه؟ چه حسابی به شما آقا جون؟ پول به خود من میرسه، هم هفتشو میگیرم، حد قطبشو میگیرم، هم چلشو هم سالشو به مستحقشم میرسونم. چه به شما؟ من پدر قاتل هستم، تو کی هستی؟ به من میرسه دیگه. بابا تو چه میگی؟ وسط کاسبه ما سنق ساهده خودت بلند شو برای من کنید. ساهده خودت بلند شو برای من کنید. دادی واقعا ببخشید، جایی که شما حضور دارید من یه مقدار صدا میبرم بالاها. ببخشید آقای پیردوست، آقای پسندی، تا من اینجا هستم شما چه کاره ای؟ بابا خود ساهد گفت بامشاد گفته نست. اون آقای نست سیبیل اومده. اون بامشاد که هم مرزیده بامشاد.
ساید؟ 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 دستمال ساعده؟ مال ساعده این دستماله؟ دستم زیر شد یه بالا کن که صدای ساعده که؟ بکشون این برای آجور حتی زدیه صدای بامشاده؟ گوش کن من برای واسه بینم واسه بینم کروش تو اینجا چیکار میکنی؟ پس تو زنده ای؟ نه نه تو اشتباه دیدی شاد بام مرده نگاه کن شاد بام شاد بام اگه زنده ای جواب بده دیدی جواب نمیده مرده شاد بام شاد بام من خودم خط بام اردنده روزگارم اما همه رو خبر میکنم بیان اینجا به تابع آبروتون بره خب خبر کنم از هیچ کس نمیترسی نمیترسی نه مجد خانو آی جابری بیان ببینین که اینا به شما دارن دروغ میگن شاید کامل دهنتو ببن باشه میگم بابا من راستش من سکته قلبی کرده بودم یکی از آرتا اینا گرفته بود بعد میدونی ترسیدم اومدم بیرون دیدم این ساعت داره رد میشه بعد دیدم که داره رد میشه گفتم بیا تو که بگم چه اتفاقی افتاده من باید بقیه رو خبر کنم تا به خصوص مژده خانم بفهمه داره با چه شخص پس رزل مژده خانم آی جابر خیلی خوب خیلی خوب راستشو بهت میگم ببین من نمارده بودم من نمارده بودم ساعت میدونه من ساعت یعنی با هم توانی کرده بودیم که نقشه رو ببریم جلو یعنی با هم نقشه کشیدیم نقشه کشیدیم واسه چی نقشه کشیدیم اتفاقی شد تقصیر من نبود ببین راستی چه بخوای یه روز این یعنی اومد به من گفتش که چیزه دیدم در باز شد با یه وردنه گنده اومد تو بعد میخواست منو کورش بکشه گفتم چرا میخوای منو بکشی چرا برای رسیدن به اهدافت منو نکش گفت نه من تو رو میکشم من پول میخوام شهرت میخوام میخوام ستاره شم از این حرفا زد گفتم خیلی خوب خیلی خوب بجز کشتن راه حلای دیگه هم هست آرومش کردم آروم آروم ما میتونیم نقشه های دیگه ای بکشیم این شد که منم قبول کردم ببینی؟ بله سلام سلام باز ولمون نمی کنی تو من آخر باید همینجوری با این شیکم بلندت کنم پرتت کنم بیرون ببین شادبام من اومدم حرف آخر رو باهات بزنم شوخی هم باهات ندارم تو میذاری من بالاخره تو این برنامه بدرخشم یا نه؟ چی بدرخشی؟ بله خیلی با مزده ای بابایی من اصلا باهاش شوخی ندارم ها خب که چی؟ که چی؟ خودت خواستی ها چی رو خواستم؟ خودت خواستی ها آقا جون نه 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 هر چی بگی من بی اهمیتم پس بریم تو دیوونه شدی چی کار میخوای بکنیم؟ دیگه کارا تمومه حالا که نمیذاری من نقشمو بازی کنم منم میکشم نه نه بابا تو با کشتن من چیزی گیرت نمیاد تازه اگه منو بکشی نه تو این برنامه نه تو هیچ برنامه دیگه بهت کار نمیدم مطمئن باش نمیذارم کسی بفهمه که من تو رو کشتم نه واسه سب کن ببین تو خیلی هوشت پایینه آکیوت پایینه اگه منو بکشی بدبخت دو شماره میگیرنه تا یه پیشنهاد خوبی دارم که یه پیشنهاد خوبی برات دارم که هم به نفع تو هم به نفع من خب بگو ببین همین الان این اتفاقی افتاد خب من الان اینجا به یک حالت جنازه حالتی که مردم میفتم زمین خب بعد تو سری میری پیش اردل با یک قیافه که یعنی حالت عذاب وجدان گریه میکنی میگی که اردل بیا اینجا اردل که آورد اینجا میری بقیه رو صدا میکنی بیان اینجا نه خیر نه گوش کن تا همه جمع شدن بگو این اردل این بامشد بیچاره رو کشت هیچ کس باور نمیکنه که اردل تو رو بکشه چرا باور میکنن ولی که اردل امروز چند بار من رو تهدید کرد گفتش که میکشم همه باور میکنن خب این چه فایده برای من داره چه فایده برای تو داره خواهر بهت میگم دیگه ببین ما کارمون اینه که یعنی هدف اینه که اردل رو یه جوری آتش کنیم اردل که آتش شد من میشم کارگردان میریم ضبط رادیو یک چه جوری ببین تو فقط بگو آره یا نه بگو بله بگو خب آره آها ببین تو وقتی بگی بله تموم شد دیگه خب. من وقتی کارگردان میشم بدبخت بیچاره تو قهرمان قصه من میشی بدون اینکه کسی رو بخوای بکشی باشه قبوله قبوله قبوله
خب پس الان این کارو بکن دیگه. آخم بگو. خیلی خوب من رفتم. این حقیقت ماجرا بود. بله. حالا چی گیر ما میاد؟ یعنی چی گیر ما میاد؟ چی گیر تو بیاد؟ یعنی چی گیر ما من بیاد؟ یعنی اینکه شما که از درس آقای اردل خلاص شدی انداختینش تو هچه، همین فرد و پس فردام کارگردان میشی، اونم که نقشش زیاد شده، این واسه چی گیر من میاد؟ بیا بوس؟ آره دیگه این خیلی ارزش. نقدی حساب کن جون تو. ببینم ساید پول مول جیبت داری؟ آره چطور مگه؟ یه 500 تومن برای این بنویسته. اصلا زیر 2 میلیون جون تو راه نداره، یعنی برو بازار الان مزنه فروشو ببین چنده. عجب نکن دیگه، 500 یه تومن دیگه خوبه دیگه. خب ببین یه کنی یک و 500 که نه دیگه روی مشتری چیم دیگه چیز نکنی چون تویی. من گفتم 2 میلیون اگر نه و اگه کسی دیگه بود من میخوام حرف نزنم زیر 5 میلیون قبول نمی کنم که. به شرطی که به کسی حرفی نمیزنی. مطمئن باش اردل هیچی نمی فهم. بده یه 2 میلیون به این بده. آخه همش فقط اینو دارم، 2 میلیون مال خودمه. این حالا تو بده من بعدم باید حساب میکنم. تو بده من بهت میدم دیگه، تو که میشناسی من رو. پس آقا همه چی حله؟ قول دادی؟ حله. بهر امیدی پاشده اومده تو این خونه، اینو یه جوری حل کن پدر جان. با شما من دارم حرف میزنم،